بعضی میگن که آقا یعنی چی؟ خیلی کمدیه ها، میگیم چطور مگه؟ میگه یه دختر و پسر همین که یه جمله عربی بگن، او بگه بله، او بگه بله، بعد یهو به هم دیگه محرم شدن. نگاه نکنید به اینکه یه کلمه بود، یه جمله بود، این اجازه از خدا بود. این دختره میخواد آرایش کنه بری بیرون، باباش میگه رفتی خونه شوهرت، هر غلطی میخوای بکنی بکن، تا وقتی تو این خونه هستی حق نداری. این فقط میخواد ازدواج کنه که خطاشو بکنه. فرمود پیامبر عزیزمون در اسلام هیچ بنایی، آه خیلی عجیبه این کلمه های هیچ، خیلی جالبه، در اسلام هیچ بنایی عزیزتر و ارجمندتر و محبوبتر از ازدواج نیست نزد خدا. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم تو مباحث ازدواج خانواده در خدمتتون عرض میکنیم. جلسه قبل در مورد سن ازدواج صحبت کردیم، گفتیم ازدواج به هنگام، به هنگام، زود هنگام چیه، گفتیم ملاک بلوغ جسمی و عقلیه که هر دو باید محرز بشه. البته بعضی ها میگن که خب هر چی سنش بیشتر بشه عاقل‌تر میشه. میخوام بگم این حرف رو هیچ وقت نزنین، چون این ته نداره که. یعنی اگر شما بفرمایید خب 25 سالگی عاقل‌تره، من میگم 30 سالگی بازم عاقل‌تره. اگر بگی 30 سالگی عاقل‌تره، من میگم 35 سالگی باور کنید عاقل‌تره. خب بعضی ها میگن که نه بذار عاقل‌تر بشه. خب این که ته نداره که 60 سالگی ازدواج کنه. خب 65 سالگی که عاقل‌تری زره وایسید. خب یه حرف غلطه. همین اندازه که نشانه های از بلوغ عقلی درش شاهد بودیم کفایت میکنه. بعد گفتیم که ازدواج به هنگام ازدواجی که بلوغ جسمی و عقلی رخ داده و اونجا دیگه وقت ازدواجه، مگر مانع جدی برای ازدواج باشه که اونجا باید تأمل کرد. ولی تأمل های بی خودی و به تعویق و تأخیر انداختن بی جهت غلطه. مضرات ازدواج دیر هنگام رو گفتیم که حدود چیزی 24 مورد شد. حالا اگر شما حتی با 20 موردش، نه 15 موردش موافق باشید، همون 15 تا کفایت میکنه برای اینکه یه تصدی بگیرن والدینی که میخوان بچه هاشون عروس و داماد کنند یا دختر پسرهایی که قراره که انشالله ازدواج کنند. صحبتمون به اینجا رسید که فاصله سنی بین دختر و پسر لازمه یا نه. لازمه که این پسری که با هم ازدواج میکنند یه فاصله سنی با هم داشته باشند؟ عرض میکنیم بله، فاصله سنی لازمه و آقا باید بزرگتر از خانم باشه، پسر باید بزرگتر از دختر باشه. یک دلیلش همین تفاوت بلوغ جسمیشونه و همین بلوغ جسمی تفاوت بلوغ عقلی هم ایجاد میکنه ها. من باور کنید من حالا الان که کمترم، ولی یه موقعی خب میرفتم این دبیرستان ها صحبت میکردم و من فقط دبیرستان های دخترونه میرفتم صحبت میکردم. بعد میگفتم خب چرا دبیرستان های پسرونه صحبت نمی کنی؟ میرفتم صحبت میکردم گاهی، اما اصلا نتیجه نمیداد. نگاه کنید من وقتی دبیرستان دخترونه حرف میزنم، دختر 16 17 ساله کاملا مطلب رو گوش میدن، کاملا گاهی مینویسن، یعنی بعد سوالایی میپرسن که من یقین میکنم اینا با بحث درگیر شدند، یعنی میگیرن من چی دارم میگم. ولی گاهی رفتم توی دبیرستان سن صحبت کردم اصلا شوت. یعنی واقعا فرق میکنه یه پسر 16 ساله با یه دختر 16 ساله زمین تا زیر زمین متفاوته. یه دختر 18 ساله بلوغ عقلیش یه چیز دیگه است، یه دختر پسر 17 ساله یه چیز دیگه است. پس اصلا هم بلوغ جسمی هم بلوغ عقلی در مورد خانم‌ها زودتر رخ میده. برای اینکه این بتونن با هم دیگه اینا با داشته باشن، این فاصله سنی لازمه. حالا اول بگیم که چقدر باشه، بعد من توش خیلی حرف دارم. فاصله سنی ایدئال برمیگرده به هم فاصله بلوغ این دوتا. بلوغ خانم‌ها آقایون معمولا چیزی حدود 6 سالی متفاوته. ما میگیم ایدئال فاصله سنی 5 الی 7 ساله. ایدئال فاصله سنی، ایدئال ها، نه اینکه حالا بگیم حتما باید اینقدر باشه و خارج از این دیگه غیر استاندارد است و باطل است، نه ایدئال اینه. اما
یه ذره کمتر مانعی نداره، یه مقدار بیشتر مانعی نداره الزامن، ولی این فاصله سنی لازمه. البته گاهی اوقات بعضی از کتابا که اون خیلی نمیشه اعتنا کرد بهش، تو بحثای روانشناسی یه وقتایی اومدن بعضیا یه فرمولی درست کردن، گفتن که سن مرد تقسیم بر 2 به اضافه 7 مساویه با سن زن. این خیلی قابل اعتنا نیست، ولی حالا یه جورایی هم بعضی وقتا نزدیک به این میشه. مثلا یه پسری که 24 سالشه، مثلا حالا بزنیم سن بگیم، تقسیم بر 2 به اضافه 7 میشه 19. یعنی یه پسر 24 ساله بسیار ایداله با یه دختر 19 ساله ازدواج بکنه. ولی اینو عرض میکنم خیلی بهش اعتنا نداریم، همین میگیم فاصله سنی ایدئال 5-7 ساله، همونی که بلوغشون مرتبطه و یه ذره کمتر یه ذره بیشترش الزاما مانعی نیست. اصلا گاهی دختر و پسری 3 سال با هم تفاوت سنی دارن، باش خیلی خوب، گاهی 10 سال فاصله دارند، هیچ معنی نداره. بعضی وقتا بعضی میگن که من وقتی که با همس پسرا معمولا شکایتشون اینه، میگن که بابا من یه همکلاسی دارم هم سن خودم تو دانشگاهی، هم سن خودم، من اصلا کاملا با او میتونم بزنم، با او میتونم فکر کنم، اصلا کوچولوتر از اینکه بچه است. یه چیزی خیلی حواستون باشه، این تو سن کم خودش نشون نمیده. یعنی وقتی یه دختر و پسری هر دو 20 ساله هستند، این خودش نشون نمیده که لازم تفاوت سنی باشه. هرچی میره جلوتر تازه احساس نیاز میکنی به این، تازه میبینی که چقدر خوب بود و چقدر لازم بود. یه دختر پسر 18 ساله ممکنه با هم حرف بزنن، اصلا هم احساس نکنن که لازمه که تفاوت سنی باشه، بلکه فکر کنن همدیگه رو بیشتر میفهمیم. تو بازی شطرنج قانونی هست، میگن اگر مهره های سفید ارزشش 20ه، مهره های سیاه ارزش و توانش 10ه، الان سفید با 10 نسبت به 10 دو برابره، درست قدرتش؟ حالا اگر مساوی از اینا نیرو کم بشه، منهای 5 منهای 5، هر کدوم 5 تا ارزش ازشون کم بشه، این شده 15، این شده 5، حالا ارزش شده 3 برابر. وقتی سن دختر و پسر اضافه میشه تازه خودشو نشون میده. وقتی اون دختر شده 40 سالش، اون خانم شده 40 سالش، حالا این آقا هم 40 سالشه، اصلا حالات متفاوته. او تازه سرگوشش میجنبه حسابی، او یکم اوضاع متفاوت شده براش. فاصله سنی خیلی لازمه. تو خوش سنی کم نمیده. شکایت دخترها چیه حالا؟ شما نگاه که این قشنگه. اکثر دختر پسرایی که همسنند ازدواج میکنند، بعد مدتی خیلی زود، حتی دو بعد از زندگی، 3 سال بعد از زندگی، دخترها یک شکایت مشترک دارند. چی میگن؟ میگن شوهر من خیلی بچه است، یک کاری سبک میکنه، یک کاری بچه بازی جلف و... نه، او بچه در نمیاره، مقتضای سنش داره زندگی میکنه، او سنش اینه، او فهم کنه بچه است. چون بلوغ عقلی این جلوتره، بلوغ عقلی این بیشتره، اومده بیشتر جلو، اونو عقب میمونه میبینه، نه اون مختصر سنشه، نه مختصر سنشه. ولی اگر این فاصله سنی مثلا 7 سال بین دختر و پسر باشه، اینا هیچ وقت خودشون نشون نمیده. هرچی سنها بالاتر میره احساس نزدیکی اتفاقا بیشتره. پس فاصله سنی باید باشه. حالا قانونش نمی کنیم، میگیم خیلی خوبه، خیلی لازمه، خیلی برکات داره. سن که بیشتر میشه خودشو نشون میده، الان که این دختر پسر هر دو دانشجوان اصلا نشون نمیده خودشو. اما از یه طرف میگیم اگر یه وقتی معدل خیلی بالا بود، عقیده صحیح و سالم، روحیه حق پذیری فوق العاده و همکف بودن عالی و به دل من نشسته، اینجا تفاوت سن حالا نیست، مساوی اند، یه ذره آقای بزرگتره، اینجا یه جوری قابل اغمازه. ولی اگر ببینید تو همون عقیده صحیح و سالم خیلی رتبه‌ای در تقوا و پاکی ندارد، یه ضعف‌هایی هم داره، اینجا دیگه اغماز کنی بگی حالا ابی نداره، فاصله سنی نداشته باشیم، اینجا دیگه نمیتونی بگی اینو.
اگر دختره بزرگتر از پسره باشه، این شکایت از جانب دخترها دیگه فوق العاده بیشتره و میشه تعمیمش داد که میگن آقا این پسره یکم بچه است. فاصله سنی زیاد چطوره؟ ببریمش بالا، یا علی 20 سال. اینم بسیار غلطه. مهمترین نکتهش اینه که نمیتونن جوابگوی هم باشند و خصوصا آقای نمیتونه جوابگوی خانمه باشه. او بالاخره یه شور و هیجان دیگه ای رو میطلبه. این الان یک آرامش بیشتری رو میخواد. منطقه باید اشتباهی که ما میکنیم همش این لحظه رو نگاه میکنیم. یعنی دختر پسری که هر دو 18 سالشونه، هی هرچی بهش میگن بابا الان سنتون نزدیکه به هم، به درد هم نمیخوری، میگه نه اینقدر منو میفهمه، اونقدر منو میفهمه، منو میفهمه، من اونو میفهمم. هی الان رو میبینن میگن بابا 5 سالیه، گوش نمیکنه. الان مگه یه کسی با فاصله سنی 20 سال با یه کسی ازدواج کرده الان خودشو نشون نمیده، ولی 5 سال بعد عجیب خودشو نشون خواهد داد. هم ای از این منزجر میشه، هم ای از این خسته میشه، هم این نمیتونه جوابگوی او باشه، هم اون آزار داره میده. هر دو مقتضای سنشون رو دارن زندگی میکنن، اما فاصله دیگه خیلی زیاد شد، دیگه خیلی زیاد شد. پس ما حالا اینقدر گفتیم یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر من این نیست، اصل فاصله سنی باید باشه، خیلی بهتره باشه، مگر اونجایی بتونیم فاصله سنی رو اقماز کنیم که معدل اون کمالات اخلاقی و معیارهای انتخاب صحیح بالا باشه. باز تا پایین میزنیم، میگه چرا حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیامبر، چون اینجا که میشه هممون الگوهامون میشن پیامبر، شما خدیجه باش، طرفت هم پیغمبر باشه. اونا به یک مصلحت‌های دیگه‌ای بود، به حکمت‌های دیگه‌ای بود، چیزهای دیگه‌ای هم مد نظر بود، اصلا اصل این ازدواج آسمونی بود. ولی اون چیزی که قاعده است، ببینید دیروز هم اینو عرض کردم، هر کاری پیام عزیزمون کردن سنت نیست، هر کاری رو عمل کردن و توصیه کردند، این سنت. حالا دیگه تو فاصله سنی شما صحبتی ندارید، بحث سن و سال و ازدواج و اینا، بریم سراغ موانع ازدواج. حالا من میخوام ازدواج کنم، سنم هم به هنگامه، چه موانعی رو باید از پیش رو بردارم، برای چه موانعی باید تحمل کنم؟ حالا با اینکه ورش ازدواج کنم ولی به خاطر این مانع باید صبر کنم، چه موانعی مد نظره؟ من چند توش میگم، بعد شما هم اگر موانعی به ذهنتون میرسه بفرمایید. گاهی مانع تحصیله، گاهی مانع اشتغاله، گاهی مانع سربازیه، گاهی مانع برادر خواهر بزرگترند، گاهی مانع مادر تنها یا پدر تنهاست. مثلا مادر مریض داره، پدرش هم فوت کرده، حالا این پسر یا دختر دیگه از سر دلسوزی رحمه، حالا هرچی که هست دیگه. چه موانعی شما بزنید تو میان؟ بله دیگه، اشتغال و مالی رو ما یک میذاریمش. بله؟ سلامتی یعنی چی؟ یکم بیشتر توضیح ده. آه چون یه بیماری داره نمیتونه ازدواج بکنه. خیلی خوب، حالا بیماری سلاجی داره. بله؟ خواستگار نمیاد درش. بله، خوش خواستگار نداره. حالا میریز. بله؟ ترس دیگه، ترس از آینده، چی میشه، چطور میشه، نکنه خراب بشه. بله؟ مثلا سنگ بزرگی از طرف خانواده دیگه، مثلا به اندازه تاریخ تولدش باید شما سنگ بزرگ جلو پاش میذاره، بعد مهریه چنین بدی چنان بدی. خیلی خوب، عمده موانع جدی و بزرگ اینه، کدوما رو باید اعتنا کنیم، کدوما رو نباید بکنیم، برخورد ما با این موانع باید چی باشه. در مورد تحصیل اول در مورد پسرا صحبت میکنم، بعد در مورد دخترا. در مورد پسرا، برای چی میخواد درس بخونه؟ اینو باید با خودت اول صادقانه صریح بگی، من برای چی میخوام درس بخونم؟ اگه میخوای درس بخونی که این درست یه مدرکی بشه، که با این مدرکت اشتغالی داشته باشی،
که با این وضعیت مالی تو بهتر کنی که بهتر بتونی ازدواج کنی و از پس زندگی بر بیای، این که غلطه که. لااقل ایران ما تحصیل مترادف با شغل و الزاماً وضعیت مالی بهتر نیست. یعنی اگه کسی میخواد درس بخونه که واسه درس خوندن بهترش، درس خوندن بیشترش بعداً بتونه کار بهتر و درآمد بیشتری، اصلا بسیار غلطی داره میکنه. یه وقتی داره درس میخونه چون اصلا خوشش میاد، درس رو دوست داره، میخواد تو این زمینه محققی بشه، نمیدونم تحقیقاتی بکنه، استاد دانشگاه بشه، یه کاری کنه، اصلا نفس درس و پژوهش و تحقیق رو دوست دارد. اشتباه چیز دیگه ای، کارش چیز دیگه ای. اما هر کی میخواد به قصد کسب درآمد درس بخونه بسیار داره اشتباه میکنه. آقایون شما هر کار دیگه ای کنید موفق ترید. با واقعیت‌های زندگیمون، با واقعیت‌های اینجا از زندگی کرد، هر کاری کنید دیگه موفق ترید. حالا متا فرق میکنه، نگاه کنید. پس اگر کسی میگه میخوام درس بخونم فعلا نمیتونم ازدواج کنم، کار اشتباهی میکنه. حالا اگر این نفر مثلا لیسانس بعد بگیره، 4 سال هم درس بعد طول بشه، الان که اینجا کلاس نشسته 3 سال از درسش رفته، 1 سال دیگهش مونده، یعنی 2 ترم دیگه بخونه کار تمومه، ما میگیم دیگه اینه، این ادامه بده، این کاراشو تموم کنه، یه کمی هم حوصله کنه. آره وقتی ازدواجشه، اما یه کمی حوصله کنه، خویشتنداری کنه و این کارو تمام کنه. حیفه دیگه. میاد سراغ دختر خانوما. خواستگاری میاد میگه میخوام درس بخونم. برای چی میخوای درس بخونی؟ جوابیه دیگه. اگر میگه میخوام درس بخونم تا موقعیت ازدواج بهتری داشته باشم، این به شدت غلطه، فوق تصور، این کاملا خلاف توکله و عجیب شما رو واگذار میکنه به خودتون خدا. یعنی چی؟ از نظر شما موقعیت بهتر ازدواج چیه؟ میگه من اگر لیسانسم رو بگیرم یه آدم تحصیل کرده میاد و بیاد، به شعور چه کار داشت؟ به شعور چه کار داشت؟ ملاک من برای ازدواج بینم یا اعتقادش چجوریه؟ اخلاقش کدام است؟ فهم و درک و شعورش چیه؟ به هم میایم یا نه؟ منتها ملاک ها غلطه، چون مادرها غلط حرف میزنند، چون گاهی باباها غلط حرف میزنند، چون دوستا مشاوره های غلط میدن. ما درس زندگیمون از تو خیابون میگیریم، میگه درس رو بخون، درس رو بخون، فلان درسش رو خوند، یه دکتر اومد براش، با این دوست باید قطع رابطه کرد، با این آدم نباید حرف زد، مشاوره غلط میده، این یکم از نظر عقلی گیری داره. تو گوش نمیکنیم که گوش نمیکنیم. درس برای چی میخوای بخونی؟ یه وقتی هستش اصل درس و آگاهی و تحصیل و پژوهش و تحقیق و دوست دارم، او حسابش جداست. ولی اگه واقعا درس برای اینه که موقعیت ازدواج بهتری، که اصلا همچین چیزی نیست. تا ازدواج بهتر یعنی چی؟ ازدواج بهتر یعنی مدرک بهتر؟ یعنی آدم بلاستر؟ یعنی چی ازدواج بهتر؟ از همسر خوب یعنی چی؟ همسر موفق کدام همسر؟ ما معرفی کردیم معیارها رو، پس همسر موفق هم معلوم شد که کیه. منتها حالا ببین، من با تحصیل مخالف نیستم، خوب گوش بدید، باز برداشت غلط از حرف من نکنید. اصل تحصیل به معنای کسب علم و آگاهی بسیار ماهه، منتها بحث من اینه آگاهی باید مفید باشه، به درد زندگیم بخوره، یک، و الزاماً به دانشگاه ربطی نداره. و همین شمایی که درس خوندید تو دانشگاه میبینید خیلی واحدها رو گذروندید که 2000 به کارتون نیمد، هیچی هم به دردتون نخورد، صرفا بعد این واحد هم میگذروندید. باشه مطالعه کنید، برنامه مطالعاتی برای خودتون بذارید، روزی 10 تا کتاب، روزی 20 تا، که هفته 30 تا کتاب بخونید، بخونید، اما مطالعه هدفمند، جهتدار و چیزی که به کار من بیاد، به زندگیم بخوره، نفعی برای این ور اونورم داشته باشه. با اصل این مخالف نیستم، ولی با تحصیل غیر نافع، غیر مفید و اونم الزاما از مسیر و طریق دانشگاه به شدت مخالفم.
حالا منتها یه دختری حالا 3 سال از درسش تموم شده اومده تو این کلاس نشسته، 1 سالش مونده، حالا اینو میتونه خواستگاری میاد بیادش با هم صحبت کنن توافقی کنن این 1 سالش هم ادامه بده. 6 ماهش مونده، این 6 ماه هم ادامه بده. ببینتون بریم سراغ اشتر. خانمهای محترم گوش کنند، اگر یه پسری اومد یه کمی از پیامبری و نبوت کمتر داشت، عقیده و اعتقاد و تقوی و پاکی و اخلاق و همکف بودن بیست، کسب و کاری نداره، هرگز به این بله نگید. روشنه؟ گوش نمی کنی که نگه عشقم دوستش دارم آشناس فامیل آخه، بعد موقعیت دیگه ملموس گیرمون بیاد اصرار میکنه چیکار کنیم؟ گفته خودم میکشم، گریه داره میکنه، عمون با هم قهر میکنه. اگر خب نه بزرگوار این غلطه. میدونی اشتغال چی رو میخواد به ما ثابت کنه؟ جروبوزه کاری اونا، آدم کار هست یا نه، جوهره کار توش هست یا نه، این جوهره خیلی مهمه. پس حتما باید این پسر شاغل باشه. سوال بعدی اینه، آیا اگر ببین اشتباه نکنید زمینه شغلی فراهم باشه؟ نه، مثلا بعضی میگن که الان شغلی ندارم ولی یه مغازه بابام داده سر خیابون که 6 ماه دیگه میرم وازش میکنم، به این بگیم بله یا نه؟ حتما نه، چون صرف این که باباش یه امکاناتی داده یه مغازه داره یه جایی میتونه بره، این که نه، شاید جربوزه کار نداره، شاید جوهره کار نداره، شاید حس مسئولیت و اداره زندگی نداره. شما چه میدونید؟ شاید خیلی تنبله، خیلی آدم بیحالیه، ولویه، چه میدونیم؟ جربوزه کاری رو باید ببینیم جوهرش رو داره یا نه. این سوال یه جور دیگه مطرح میشه، آیا اشکالی داره پسر پیش باباش کار کنه؟ یه پسری اومده به خواستگاری یه دختری و این پسر تو مغازه باباشه، تو کارخونه باباشه، نمیدونم یه جایی که باباش شاغله اینم هست. 2 حالت داره، یه وقتی هست که این بچه رو به زور جمعش کردند، یعنی بچه دنبال بازی بوده چی بوده چی بوده چی بوده، بابا با آژان کشی آوردش تو اینجا بیش این برجم 100 تومن بهت میدم و میبینی همون جمع که نشسته باز میره جلو اون یکی مغازه با رفیقش حرف میزنه. این نه دیگه، این نه. اما یکی هستش پیش باباش کار میکنه اما شاید مغازه باباش هم این میگردونه، یا نه دست کم پا به پای باباش کار میکنه، خودش ایده میده تر میده، یه وقتی باباش نیست یه هفته مسافرت میگردونه. این بچه درسته باباش کار میکنه، درسته از باباش حقوق میگیره، ولی فوق العاده قابل است، فوق العاده قابل اعتماست. چون بعضیا فقط میگن پیش باباش کار میکنه، نه من دلم میخواد که دامادمون مستقل باشه، دستش تو جیب خودش باشه، آویزون باباش نباشه. نه بابا اگه خوب نگاه کنی بابای آویزون این اصلا. روشنه؟ پس بحث اشتغال بسیار مهمه، صرف این که فقط یه موقعیت شغلی آماده براش هست، فقط باید از سربازی بیاد، فقط بعد درسش تموم بشه تا بره، این روشن نمیکنه جربزه کاری داره. مگر نه یه کسی از تو فامیل این قبلا ما میدونیم جربزه کاریش برامون ثابت شده، بعد حالا میگیم که خب 6 ماه دیگه هم یه مغازه هم بهش میدن. بسیار خوب، تردید دارید که اصلا روشن ثابت نشده؟ نه به اینم بله نمیگید. پس آقایون تا شما خودتونم اشتغالتون ردیف نشده، هر خواستگاری رفتنی غلط. خیلی میل به ازدواج دارید، بودید دنبال کار. اما اصل اشتغال مهمه، این لازم نیستش که من یه امکانات اینجوری داشته باشم تا حالا برم یکی رو بردارم بیارم. شاغل باش، یه حدودی هم که لازمه شروع هست ردیف، بقیهش خدا وعده داده یغنهم الله من فضله، از فضل خودم شما رو بی نیاز میکنم. اما وضعیت سربازی چجوریه؟ بفرمایید. این رو تو بحث خانواده میگم، تو بحث خانواده در مورد اشتغال خانم ها اتفاقا حرفم زیاد داره. در مورد سربازی، اگه سربازی نرفته پسر
اومد به خواستگاری شما، پاسختون چیه؟ نه. مگر معافه ها. ولی قرار تازه بره دفترچه بگیره اومده خواستگاری. غلطه بابا. این بذار بره. حالا ولی من دفترچه رو گرفتم، آموزشیم هم دیدم، یه ذره از سربازیم هم گذشته. حالا فرض کن تو این شهرم افتادم، اصلا تو این شهرم هستم، عصرم یه جایی که میرم یه ذره مشغول میشم، یا پیش دست پدر یا خودم واسه خودم با رفقا اینور اونور کار میکنم، دنبالشم یه کارایی میکنم، حالا میتونم برم به خواستگاری. یه اینقدر از سربازیم باقی مونده، میرم یه مدتی هم تو عقدیم، این کارامون هم تکمیل میشه. ولی اگر هنوز اصلا سربازی نده، تازه معلوم نیست کجا میفته کجا نمیفته، تو شهر خودشه نیستش، بعد حالا شغلش چی میشه، اینا اصلا غلطه، اینم غلطه، اینم بر خود شما با سربازی این باشه. اما برادر خواهر بزرگتر دارم، چیکار کنم؟ به خاطر اونا وایم یا نه؟ وایسید. من یه دختری هم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، آیا باید ازدواج کنم؟ نه. سن ازدواجمه؟ نه. به ازدواج دارم؟ نه. اینجا باید خویشتنداری کنیم، چون هنوز گهگاه یه کسی برای این میاد و میره. اما یه وقتی هست این خود این بزرگتره افتاده توی فاز لجبازی بیار بزرگ که هیچ جوری هم از خر شیطون پایین نمیاد. ازدواج نمی کنم، هرچی باش صحبت گفتگو حرف این ور اون ور تعامل میکنی، و آقا نمیشه، میگه نمیخوام نمیخوام نمیخوام، اینجا دیگه معطلی غلط. گاهی هم هستش که دیگه مثلا 3 سال به یه جایی رسیده از سمت سوی این بزرگه که دیگه میشه گفت یه مقداری امیدواری کم شده، و الان مدت هاست که مدت های بسیار مدیدی اصلا کسی صحبت و گفتگوی او هم نیست، اینجا دیگه معطلی نه. ولی اگر یه کسی هست، خواهر بزرگتر منه، 6 ماه یه بار یه صحبتکی میشه، یه کسکی از دور یه نگاهکی میکنه و بله و خیر میگه، اینجا من باید وایستم تا اول خواهر بزرگتر من ازدواج بکنه. اگه مادر و پدر تنهایی دارم بعد جمعشون بکنم به این خاطر ازدواج نکنم، بسیار کار غلطیه، بسیار کار غلطیه. اگر مادر خیلی رسیدگی میخواد، خیلی خب باشه، میتونم ازدواج بکنم با این فرض و شرط که من میخوام دور بره مادرم باشم چون برسم، اما نه اینکه از اصل ازدواج منو باز بداره. حالا اونای دیگه ای که شما فرمودید من از این پایین میرم، چون اونای دیگه خیلی براش حرف ندارم. اینکه سنگ بزرگی اون خانواده میذارن مانع ازدواج من میشه، خب اصلا اینکه خوب مانعی شده، خوب شد که اینا خودشونو همین الان روشن کردند، پس اینم که پاسخمون اصلا منفیه. خانواده‌ای که رفتیم به خواستگاریشون زود گفتن مدرک تحصیلی چیه، زود گفتن خونت کجاست، ماشین چیه، ما اینقدر سکه مهرمونه، بعد اینقدر از این حرفا، یعنی محوریت وضعیت مادیه، اصلا این خانواده خوبی برای وصلت نخواهند بود. اینکه ترس از آینده این منافات داره با توکل. من تلاش هم میکنم ذهنم مثبته، دیگه هرچی پیش آید خوش شاید دیگه خود خدا کمکم کنه. دیگه خواستگاری هم نداره، خوبی که وایسادی دیگه، پس براش بیاد ان شاء الله از خودم بخواد. حالا میگم چه جوری بعد بخوایم چیکار بکنیم. در مورد بیماری هم که بله، خب دیگه اینم شکل مانع طبیعیه که باید باشیم و اینا. من منظورم اینه که موانعی که ما به غلط میذاریم، گفتم غلط، اینم بگم یک از موانع ازدواج باورهای غلطه، باورهایی که خانواده ها تحمیل میکنند، باورهایی که خود دختر پسرها دارند. مثلا همین که باید چه وضعیتی داشته باشه، باید خوشتیپ باشه، خواهی خودش مانه است دیگه، چون 4 تا که میان خوشتیب نیستند. یا باورای غلطه، یا این سن وقت ازدواج نیست، دهنت بوی شیر میده، هنوز بعد داری با عروسکت بازی کنی و از این حرفا. این هم یه اشاره به ازدواج. بفرمایید. خب دیگه، پس گفتم به شرط این که 21 سالگی محرزه که یه آقایی به بلوغ عقلی رسیده و بعد ازدواج کنه، مگران که مانعی جدی داشته باشه، حالا مثلا سربازی نرفت. حالا مثلا ما فرضمون اینه که یه پسری دیپلمشو گرفته، یه موقعیت کاری هم بابا براش فراهم کرده، سربازی هم موافقه، این چرا وایسه؟ اما اگر نه، یه موانعی مثل سربازی اینا، این همونه که مانع داره دیگه، با اینکه بلوغ عقلی و جسمی رخ داده، ازدواجش هم الان به هنگامه، بعد تحمل کنه.
حالا من میگم که اگر میخواد با تحصیلش شغلی برای خودش تدارک ببینه، مسیر اشتباهی رو رفته. بابا اینجوری که راحت‌تر میشه پولدار شد تا از طریق درس. بله، طبقه اجتماعی طرف فرق کنه. خب مثلا این طبقه دیگه قرار گرفتن چه امتیازیه؟ مثلا من بیام تو طبقه پزشکا قرار بگیرم، خب که غلطه که. شما میفرمایید که خب فرق میکنه اگه دکتر بره خواستگاری، به خیلی چیزا نگاه نمیکنن، پدر مادرش کی بودن، چه جور آدمیه. خب این که اشتباهی برای اونا که نه دیگه، وقتی که دکتره دیگه سراغ اینا نمیره. اگر خب این میگم این ازدواج بالاخره یه جش غلطه دیگه، حالا بگید برای خودش غلط نیست، برای اونا غلطه. خب بالاخره یه جش غلطه. خب واقعیت های جامعه، واقعیت های جامعه الزاما درستی های جامعه نیست. مثلا این یک چیز واقعیتی در جامعه ما، الزاما این واقعیت درست نیست. بله، من میگم که تحصیل برای چی میکنند؟ تحصیل میکنند یا برای اینکه کلاسشون بالاتر بره، یا برای اینکه موقعیت ازدواج بهتری پیش بیاد، یا برای اینکه باش تدارک شغل و کسب و کار و درآمد بیشتری ببینند. ما میگیم به هر سه دلیل غلطه. اگر برای درآمد بیشتره، واقعا بدون درس میشه زودتر. یعنی 4 سال درس میخونه، اگر هر کار دیگه ای رو شروع میکرد، یک کار فنی رو آموزش میدید و بعدن خیلی موفق تر بود. اگر بحث کلاس کار و ایناست، کلاس بشه درد من میخوره. حالا دو روز بگن آی دکتر، آی دکتر، آی دکتر، خیلی گفتن، ولی این نه منو نعاب میشه، نه چی میشه، بعد میشه هم. اگر برای موقعیت بهتر ازدواج، موقعیت بهتر ازدواج رو تا چی تعریف کنیم؟ ازدواج موفق ازدواج که مبناش رشد و کمال و بندگی باشه، همسفر موقعی باشه برای حرکت به سمت کمال، نه اینکه مثلا با یک کسی که تحصیل کرده تر ازدواج کنم. میگه اصل قضیه یه گیرایی داره. شما هم بفرمایید تا ببینیم چی میگین. شما هم بفرمایید. نه سربازی رو خب نمیشه مثلا یک نمیخواد بره سربازی، بعد یه جاهایی گیر میکنه. آخه خب آخه بعضیاش خیلی تحملش سخته، مثلا میخواد یه مسافرتی بره، دست زن و بچه‌شو برداره بیشتر خارج از کشور، گذرنامه میخواد. بله عرض میکنم معمولا لطمه هاش زیاده، ضررهاش زیاده، محرومیت های بعدش زیاده، قابل اغماز نیست. تحلیل نکردن محرومیتاش آنچنان نیست. الزاماً دانشگاه نرفتن محرومیت جدی نداره، ولی این خیلی محرومیت داره، خیلی کارا میخواد بکنه که نمیتونه. اگر برای شما احساس میکنید که محرومیت جدی نیست، به این موارد هم نیازی نیست. میخواد چیزی به نامتون بشه، نمیشه بشه. میخواد برید محضر یه چیزی به نام کنید. اصلا من نمیدونم اگه سربازی نباشه ازدواج محضری درسته مانی نداره؟ نداره. خیلی خوب، بریم سراغ بحث دیگه. وقتمون تمومه. بحث بعدی رو که من انشالله تو جلسه بعد عرض میکنم خدمتون، در مورد راههای شناخته. حالا فهمیدیم همسر خوب اینه که اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، از کجا پیداش کنیم؟ من هم از اینا دوست دارم که میگی، ولی نیست. خیلی خوبه یه همسر اینجوری اینجوری اینجوری، آدرسشو بده ما هم دنبالش میریم. ما هم به آدم نه نمیگیم که، ولی گیرمون نمیاد، خبری نیست. از کجا پیدا کنیم؟ جلسه بعد ان شاء الله عرض میکنم. جلسه بعدی خدا نگهدارتون باشه.